So, his belt, او کچل هست، بیمو هست، به شماره چهار. His belt, کچل یا بیمو. Okay. He is very tall and thin. او خیلی به اصطلاح بلند قد و لاغر هست. So, here we have بلند قد و لاغر. Next, he is quite short and a bit overweight. او کاملا کوتاه و کمی هم به اصطلاح اضافه وزن داره. Here is number 9. Okay? And is medium height and quite slim. او با اصطلاح قطع از او متوسط هست و کمی هم لاغر. Okay, so here we have this one. به این ترتیب با همیش نو جملات شما میتونین اشخاص و افرادی که به اصطلاح در اطراف شما هست رو توصیف بکنین. Okay, so now listen and check. های شما از لسنینگ از یونیت ده، لسنینگ از یونیت اول، لسنینگ دهم شما میتونین که اصطلاح پارت رو هم گوش بکنین طریقه تلفظ از اون و هم میتونین که چک بکنین که این ترتیبی که شما انتخاب کردین صحیح هست یا نه. اوکی، thin or slim، fat or overweight. ما تین داریم یعنی به اصطلاح لاغر، سلیم هم به مو لاغر، فت چاق و اوورویت هم کسی که اضافه وزن داره یا چاق هست. اینا به چه شکل استفاده میکنیم؟ Let's see. Thin and slim are both the opposite of fat. Thin و سلیم هر دو متضاد هستند با فت، یعنی لاغر معنی میده. But slim equal thin in an attractive way. اما سلیم میگه مساوی به تین هست به اصطلاح به یک طریق جذب کننده. Fat is not very polite. Fat خیلی ادبی نیست. It's more polite to say someone is a bit overweight. و به جای fat بهتره که شما بگین مثلا کدام شخصی کمی اضافه وزن داره به این منوال. Okay. Using two adjectives together، استفاده کردن دو صفت با یک دیگر. We often use two adjectives together، ما معمولا دو تا صفت رو با هم دیگه استفاده میکنیم. Without و to describe hair or eyes، برای توصیف کردن به اصطلاح مو یا چشم ها. Example، به عنوان مثال، she has long curly hair or he has big brown eyes. برای مثال، او موهای به اصطلاح فرفری بلند داره یا او مرد چشمهای قهوه‌ای کلان داره. Adjectives go in this order، صفات به این ترتیب در جمله قرار میگیره. Size، style، color، noun. وقتی که صفات رو ما چند تا صفت پشت سر هم بگذاریم، مثلا big blue eyes، اول size میایه مثلا big، بعد از او استایل، از او چرنگی مثلا بلو، رد، گرین، و بعد از او کالور، رنگ رو استفاده میکنن، بعد از او نون استفاده میکنن. مثلا به یه ترتیب لانگ یعنی بلند، استایلی و کرلی مثلا فرفری، بعد چرنگی هست مثلا کرلی بلک هیر، موهای مثلا فرفری سیاه، بعد هر آخرین بسطلا پارت و یا اسم است. Okay, so now what we have in the second part
that is personality, بخش شخصیت. Match the adjectives with the definitions. صفات رو وصل بکنین به همراه definition یا اصطلاح معنی یا تعریف آنها. What's he like؟ او چطوری هست؟ What's she like؟ او خانم چطوری هست؟ We have clever، هوشیار یا زرنگ، kind، مهربان، friendly، کسی که رفتار دوستانه داره، خوشخلق هست، lazy، تنبل، shy، خجالتی، funny، به اصطلاح شوخ، talkative، پرگپ، generous، به اصطلاح جوانمرد. See here we have adjective opposite. A person who is open and warm is friendly. یک شخصی که به اصطلاح او خونگرم و خوش اخلاق هست رو ما میگیم چی؟ friendly. A person who talks a lot is talkative. یک شخصی که او خیلی به اصطلاح پرگپ یا صحبت میکنه موضوع تاکتیف میگن یا پرگپ. اوکی، نمبر 3، ا پرسن هو لایکس گیوینگ پیپل تینگ از، شخصی که دوست داره به مردم چیزی بده رو چی میگن؟ کایند، مهربان. A person who is friendly and good to other people is. یک شخصی که رفتار به اصطلاح خوبی داره و خوب هست همراه با اشخاص دیگر یا مردم دیگر. ما میتونیم برای شماره 4 kind رو استفاده بکنیم و برای سوم، برای شماره سوم generous یا جوانمرد به اصطلاح استفاده بکنیم. در همین هر دو جا دو تا فعل رو میتونیم بگذاریم. Number 5، A person who doesn't want to work is lazy. یک شخصی که نمایه کار بکنه او رو به اصطلاح تنبل میگن. A person who makes people laugh is funny. یک شخصی که باعث میشه مردم بخندن یا مردم رو بخنده میاره funny یا شوخ هست. A person who is quick at learning and understanding things is synonym intelligent. یک شخصی که او به اصطلاح در آموزش سریع است و همه چیز رو میفهمه و synonym intelligent هست، از او clever میگن، هوشیار یا زیرک. A person who can't talk easily to people he or she doesn't know is. یک شخصی که نمیتونه به راحتی همراه با مردم چه به اصطلاح مرد و یا چه زن صحبت بکنه او رو مثلا ما میگیم چی؟ شای، و همه او رو میشناسن به شکل شای یعنی خجالتی. اوکی، Part B، complete the opposite column with an adjective from the list. Opposite column ما در این قسمت داریم و همراه با یکی از این صفات گفته تکمیل بکنن. Okay, we have extrovert، mean، stupid، hardworking، quiet، unfriendly، serious، and kind. اینها صفاتی هست که به اصطلاح مخالف یا برعکس این صفات هست که باید اونها در این ستون شما به ترتیب قرار بده. Okay, let's do it. Here we have friendly، یعنی دوستانه. خب، باز وقتی خواسته باشه متضاد از دور بگیم unfriendly میشه. کسی که دوستانه است، مثلا کسی که دوستانه نیست. مثلا unkind داره. ما اینجا مثلا برای سوم، a person who leaves giving people things is generous. مثلا شخصی جوان مرده
باز اینجا که مثلا میگیم mint جوانمرد، generous متضاد از اون mean میشه، کسی که به اصطلاح عکس از او عمل میکنه یا برعکس از او کار میکنه. یا a person who is friendly and good to other people is kind but you have unkind. شخصی به مردم کمک میکنه و خوب هست، ما گفتیم kind صفت از او هست، متضاد از او unkind هست. و به همین منوال شماره پنجم، ما a person who doesn't want to work is lazy.